درود بر شما دوستان عزیز، امروز با ما همراه باشید با بخش پنجم از برنامه اینک آذربایجان. هیئت نهایی مذاکره کننده را در جریان قرارداد ترکمنچای که در سرمای زمستان شبهای 21 و 22 فوریه 1828 میلادی برابر با 5 و 6 شعبان 1243 قمری در روستای ترکمنچای از سوی روسیه پاسکوویچ، آبسکو و گریبایدوف تشکیل می دادند و در طرف ممالک محروسه قاجار، عباس میرزا، میرزا ابوالحسن خان اینچی، بهرام میرزا و خسرو میرزا، هر دو پسران عباس میرزا و منوچهر خان، رئیس خواجه‌سرایان شرکت داشتند. در جلسه انعقاد قرارداد ترکمنچای، قائم مقام میرزا محمد علی منشی الممالک، میرزا مسعود مترجم زبان فرانسه و الله یار خان نیز به عنوان گواهان حضور داشتند. دو اتاق در خانه محقر مشهدی محمد نامی از اهالی روستا برای پذیرایی از ولیعهد امپراتوری ترکان قاجار و نماینده روسیه آماده شد و در همین خانه محقر روستایی بود که سرنوشت جغرافیای آذربایجان در قرن 19 تعیین گردید. عباس میرزا که در آن زمان 40 سال از عمرش می‌گذشت، با گشاده رویی به حاضرین خوش آمد گفت و در مقابل تبریکات کارگزاران روسی را پذیرفت و با شیرینی از حاضرین پذیرایی شد. سپس افراد هیئت‌ها وارد مذاکرات شده و بعد از مباحث طولانی به سند نهایی قرارداد دست یافتند. در آن جلسه ابتدا پاسکوویچ وکالتنامه خود را برای رسمیت بخشیدن به مذاکرات ارائه کرد، اما هنوز وکالتنامه عباس میرزا از دربار فتحعلی‌شاه قاجار نرسیده بود. عباس میرزا گفت تا رسیدن وکالتنامه می توانیم گفتگوهای مقدماتی را برای عقد صلح‌نامه و تعیین خسارات شروع کنیم. پاسکوویچ جواب داد فکر می کنم اینطور بهتر باشد تا وکالتنامه جناب اشرف والا از دربار برسد. با این حال به واسطه نرسیدن وکالتنامه عباس میرزا از آن پشتگرمی لازم برای انجام مذاکرات و قوت و اطمینان برای چانه‌زنی در مسائل مربوط به خسارات و تعیین مرزها برخوردار نبود. پیش از آن که وکالتنامه از دربار قاجاریه برسد و مذاکرات از هر دو طرف رسمیت پیدا کند، عباس میرزا در تنظیم صورت عهدنامه از فرمانده نیروهای روسی درخواست کرد که ماده‌ای هم در به رسمیت شناختن سلطنت در فرزندان و جانشینان او از طرف امپراتوری روسیه گنجانده شود. پاسکوویچ به این درخواست عباس میرزا پاسخ مثبت داد و ماده هفتم در قرارداد هم ناظر به این بحث است. در یکی از جلسات پاسکوویچ مبلغ 5 کرور تومان از مجموع 20 کرور را به عنوان تعارف و به پاس بلند نظری و علوف مقام نایب السلطنه عباس میرزا بخشید و همان موقع با موافقت عباس میرزا یکی از آجودانهای خود به نام دالخوسکی را با نامه‌ای به حضور فتحعلی شاه گسیل داشت تا ضمن مطالبه وکالتنامه عباس میرزا از او تقاضا کند که ناهمواری‌های پیش روی مذاکرات صلح را برطرف کند. فتحعلی شاه در دربار آجودان مخصوص پاسکوویچ را به گرمی پذیرفت و وکالتنامه ای را به وسیله میرزا ابوالحسن خان اینچی به سوی ترکمنچای فرستاد. با رسیدن وکالتنامه و درخواست فتحعلی شاه راجع به کاهش غرامت، پاسکوویچ 2.5 کرور دیگر را بخشید، اما عباس میرزا به کاهش بیش از این اصرار داشت. پاسکوویچ به احترام عباس میرزا و در پی مذاکراتی که انجام گرفت 2.5 کرور دیگر را از مبلغ اولیه غرامت کسب کرد، ولی خاطر نشان ساخت که چگونگی پرداخت مجموع 10 کرور غرامت باید به ترتیبی که در مذاکرات صلح تعیین می شود باشد. نظر پاسکوویچ این بود که در موقع عقد و امضای قرارداد صلح 3 کرور و بعد از آن که 3 کرور دیگر تادیه شد، شهرهای تبریز و قرجداغ و مشکین و خلخال و محال سلاس و سراب و گرمارود و مراغه و 8 رود از نیروهای روسیه تخلیه و تحمیل قوای عباس میرزا گردد.
ولی شهرهای خوی و ارومیه به عنوان وثیقه دو کرور از باقی مانده آن مبلغ در دست قوای روسیه قرار بگیرد. پاسکوویچ برای تخلیه این دو شهر شرایطی قائل شد که از جمله پس از وصول قسط هفتم یعنی کرور هفتم ارومیه تحویل قشون عباس میرزا شود و با رسیدن کرور هشتم خوی نیز تخلیه شود. دو کرور باقی مانده نیز میبایست در خزانه دولت ضبط و نگهداری شود تا هر موقع که از طرف دولت روسیه مطالبه گردید بدون هیچ گونه عذر و بهانه‌ای و تأخیری پرداخت شود. با انعقاد این قرارداد غرامت سنگینی به مبلغ 5 میلیون تومان عاید امپراتوری روسیه تزاری گردید. حق کشتیرانی در دریای خزر منحصر به روسیه شد. ادوات و مقرهای جنگی قاجارها در منطقه قفقاز در دست نیروهای روسیه ماند. پیامدهای بعدی این قرارداد نیز عبارت بودند از برخورداری تجار روسی از بهره گمرکی کم و افزایش دخالت‌های سفارت روسیه در دربار قاجاریه و اعمال نظر رژیم تزاری در معاهدات و قراردادهای خارجی حکمرانان قاجار. پیمان ترکمنچای که صلح را میان امپراتوری ترکان قاجار و تزار روس برقرار کرد، نخستین نقض حاکمیت قاجارها در بخشی از آذربایجان با دادن حقوق ارضی اضافی و نظام حقوقی کاپیتولاسیون به روسیه است. این پیمان که برتری استراتژیک روسیه را در جنوب غربی آذربایجان تضمین می‌کرد، همراه با پیمانی بازرگانی بود که از نظر بازرگانی دست کمی از اصل پیمان نداشت. با تعیین 5% مالیات برای همه واردات و صادرات به روسیه، مدلی را پیریزی کرد که از آن در همه تعهدات با قدرت‌های خارجی متابعت گردید. با گسترش کشتیرانی در ولگا و ایجاد ناوگان بازرگانی در دریای خزر، روسیه بازرگانی را در شمال آذربایجان به انحصار خود درآورد. امید به اینکه در برنامه دیگر در خدمت شما همراهان باشیم. بدرود.